اولین آسیبی که آدمی قبل از هر شکست میخوره این هستش که در درون در برابر پریشانی ها، جفاها، ترس ها، نگرانی هاش، ناامیدی هاش و حتی احساسات گناه و سرزنش ها زانو خم رو نیز بگیره و آنچه را که بر علیه خودش هست رو بپذیره. ایوب در اعترافی که میکنه در کتاب خودش، کتاب ایوب، میبینیم که قبل از شکست شکست رو پذیرفته. در کتاب ایوب 3:15-3:25-26 میخوانیم که اعلام میکنه: زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد. یعنی قبل از این که بخواد اتفاقی بیفته، سرابهای نگرانی، سرابهای شکست ها رو نیز در ذهن خودش پرورونده بود. نویسنده ای میگه ترس ها چیزی بیشتر از تصویر ذهنی انسانی نیست. زیرا ترسی که از آن میترسیدم بر من واقع شد و آنچه از آن بیم داشتم بر من رسید. مطمئن و آرام نبودم، چرا که وقتی میترسیم آرامش ما به هم خواهد خورد و همین دلیلی میشه که تمرکز فکر کردن خوب، تمرکز تصمیم درست توی زندگی از ما گرفته میشه. مطمئن و آرام نبودم و راحت نداشتم و پریشانی بر من آمد. و همین پریشانی دلیلی خواهد شد که شخص به هیچ وجه از این به بعد در نگرش افکارش به پیروزی ها فکر نکنه، بلکه برعکس به تمام ترسا، به تمام دلایل شکست هاش فکر کنه. شاعری اعلام میکنه: در خیش میسازم تو را، در خیش ویران میکنم. میترسم از حرفی که باید گفت و پنهان میکنم. تمام افکار و دل و احساسات خودش رو نیز جلوه نیازهاش میبینه. اگر باور ما و عمل کرد ما همچون آنچه که ایوب گفت باشه، در کنار تمام تلاش ها، برنامه ریزی ها، علم، تجربیاتمون، دانش هامون نسبت به رسیدن به رویاهای شخصی و یا اهداف بزرگ فراگیر و جامع که همگی آن را برای رسیدن به یک زندگی خوب، زندگی سالم ایدئال میدونیم و مفید، چون در کوله بار من هنوز اون ترسا و نگرانی ها و تجربیات بد و صداهای منفی از بیرون و درون همچون اسباب زندگی من شدن، لوازم زندگی من هستن و مثل کوله باری بر پشت من قرار داره در طول زندگی، این نیز دلیلی خواهد شد که من به اون خواسته هام نرسم. و چه بسا به همین دلیل هستش که ما با واژه های همچون شانس، قسمت، بدشانسی، خوشبختی، بدبختی، ما با این واژه ها سر و کار داریم در طول زندگی و موقعیتی رو نیز در خودمون میبینیم که گویا با ما هیچ موقع پیروزی نخواهد بود. و این اعتماد رو ما هرگز نخواهیم داشت که بگیم یک سپر پیروزمندانه ما رو میخواد حفظ کنه. باز شاعری میگه: آنقدر میترسم از بیرحمی پاییز که ترس من را روز پایانی شهریور نداشتم. شهریور با اون گرماش، ولی اینقدر میگه از پاییز من میترسم که از اون شهریور گرما من اینقدر ترس ندارم. تمرکز نگرانی و ترس هامون کجا هست؟ همون جایی هستش که به ما آسیب میزنه. اما نظر شما چیه؟ آیا سپر حفاظتی برای زندگی ما، برای پیروزی هایمون، برای اهدافمون، برای رفع مشکلاتمون هست یا نه؟ و
خب سلام شما که اینجا هستید، هست دیگه، میگید خدا سپر ما هستش. اما باید این سپر رو بشناسیم، باید آگاه باشیم که این چگونه سپره زندگی من برای رفع مشکلات و رسیدن اهدافم میتونه باشه. باز شاعری اعلام میکنه: زندگی باور میخواهد، آن هم از جنس امید، که اگر سختی به تو سیلی زد، یک امید از ته قلب به تو گوید که خدا هست هنوز. ابراهیم وقتی که کلام خداوند رو لبیک میگه، وقتی به خدا نیز وفاداریش رو اعلام میکنه که به آنچه که خدا گفته میخواد انجام بده، و در کنار پیروزیهاش حتی توی جنگها، اما نگرانی و ترسهایی هم داشته. یکی از ترساشو ما میدونیم فقط، و اون یک ترسش این بود که فرزندی نداشت و وارثی نداشت و تصور میکرد که از این به بعد چه کسی میتونه بعد از اون وارث باشه. از این رو در کتاب پیدایش 15:1 الی 7 میخونیم که خداوند رو ملاقات میکنه و اعلام میکنه بعد از این وقایع، یعنی بعد از این ترسا، بعد از جنگ ها، بعد از پیروزی ها، ترسایی که داشته، همونطور که من و شما به فیض خداوند به مسیح ایمان آوردیم، این پیروزی ماست، آمین. اما بازم اتفاقایی میفته که ما رو میخواد ببره توی اون قلعه ترس و نگرانی. میگه بعد از این وقایع کلام خداوند در رویا به ابرام رسید و گفت: ای ابرام مترس، این رحمت خداست. وقتی که خدا از ما میخواد ما نترسیم، یعنی در برابر آنچه که باعث ترس ما شده، ذات خداست که رحمت که نصیب ما شده. میگه ای ابرام مترس، من سپر تو هستم، یعنی من حافظ تو هستم، حافظ کامل تو هستم. سپرها رو دیگه دیدید که سپر کوچیک هست، سپر بزرگ هست. هرچی سپر بزرگتر باشه، شخص رزمنده، شخص سرباز، پشت اون بهتر میتونه پناه بگیره. حالا میگه من سپر تو هستم به ابراهیم، چرا که انسان ناخودآگاه خودش رو سرزنش میکنه به خاطر اشتباهات و گناه. اینجا نیاز به یک رحمت داره. ملاقات خدا با ابراهیم رحمت اوه، ملاقات مسیح با همه ما به توسط روح القدس رحمت خدا بوده که نصیب ما شده. پس با این ذات باید آشنا بشیم. ای ابراهیم مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو، یعنی محبت برای تو. ابرام گفت: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم؟ و داره از ترسش میگه. و مختار خانه من این ایلازر دمشقی است. و ابرام گفت: اینک مرا نسلی ندادی، خانه زادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند، یعنی به همون لحظه، همون موقع، یه زمان نبرد، اینطوری نشد یه نفر دیگه بیاد براش نبوت کنه، حالا بره یه قسمتی از کلام رو بخونه. این محبت خداست. در همون زمان میگه در ساعت کلام خداوند به وی در رسیده گفت: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. این عدالت خداست. پس رحمتش رو دیدیم، محبتش رو دیدیم، حالا هم عدالتش رو داریم میبینیم. میگه اعلام میکنه: و او را بیرون آورده گفت، حالا خدا داره با ابراهیم، ابراهیمی که اینگونه آفریده که دارای مغز و سیستم و باید تجربه کنه. ما همه انسان ها همینگونه هستیم. من وقتی دخترم شفا گرفت بازم متقاعد نشدم، چون سیستم مغزی ما اینگونه هستش. باید ببینیم. از این رو هست در مزمور 34:8 اعلام میکنه: بیایید ببینید بچشید، خدا نیکوست، چون ما رو میشناسه، خودش آفریده. حالا خداوند ابراهیم رو میگه بیا بیرون از خونه، بیا تا میخوام به تو چیزهایی رو نشون بدم. توجه کنین، منظورم
اون اصولی هستش که ما باید نسبت به یک سپر داشته باشیم. سپر فقط یک شی بزرگ نیست، احتیاج داره که دستگیری هم داشته باشه. اتفاقا توی سپر اگر نگاه کنید میبینید که چیزای دیگه هم قرار دادن. حالا اون سپر اگر با پوست حیوانات سخت مانند کرگدن که قدیم میساختن و یا فلزات، سعی میکردن روی اون قپه‌هایی رو بذارن که وقتی نیزه میخوره کمونه کنه، بیفته جای دیگه. پس سپر هم برای خودش معنی داره، چون وقت نداریم نمیخوام به اون بپردازم. اعلام میکنه اکنون به سوی، میگه و او را بیرون آورد و گفت اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد پس به وی گفت ذریت تو چنین خواهد بود. این حکمت خداست که وقتی که منو درک میکنه به زبان من با من میخواد صحبت کنه. وقتی که ابراهیمو درک کرد به زبان او سخن گفت. وقتی در حضور خدا میری خدا میخواد با تو صحبت کنه، اما با زبان خودت با تو صحبت میکنه. لزومی نداره از تجربه کشیش رسول نسبت به شنیدن صدای خدا بدونی. تو در حضور خدا برو و بذار خدا باهات صحبت کنه. حتما نباید همون گونه که رسول تجربه کرده شما نیز تجربه کنید. و ذریت تو چنین خواهد بود و به خداوند ایمان آورد که این عدالت. اینجا عدالت خدا نیز میبینیم ثابت میشه و مسیح برای من و شما نیز عدالت شد. و به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد. یک رابطه عاشقانه میتونه با خدا داشته باشه و اون هدف مقدس خدا درش هست. پس وی را گفت من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم. تا زمانی که من نسبت به مشکلاتم و سختیهام در حضور خداوند هدف خلقت رو کاملا درک نکردم، مانند مذهبیون میرم در حضور خدا. این مذهبیون گاهی باش معامله میکنم، اینو بده اینو بد میدم، این کارو کنی من این کارو انجام میدم، گاهی این کارو انجام میدم و یا میرم شیریاخت میندازم تو ذهنم و یا انقدر در دام ترس و نگرانی هستم اصلا تصور نمی کنم آنچه که به حضور خدا بردم حتما اجابت خواهد شد، چون خدا رو نمی شناسم. پس من لازمه که این ذات خدا رو بشناسم. ذات خدا که صحبت ازش کردیم، اعلام کردیم، گفتیم محبت هست، بله جان، عدالت، بله رحمت، حکمت. این چهار تا. اگر شما در برابر چنین خدایی رو دارید، چرا کلام خدا میگه به دنبال بت‌ها نرید؟ چون بت ذاتی نداره که دنبالش بریم، ولی خدا دارای ذات‌هایی هست که باعث قوت من میشه، مشروط بر این که او رو بشناسم. اگر نشناسم یه شخص مذهبی هستم، با مذهبم دارم حال میکنم، زندگی میکنم، خودباوری‌هام درون من هست، تصور میکنم کار من درست هست، کلیسامو میرم، ده یکم رو میدم، خیلی کارا میکنم، اما وقتی که با ذات خدا آشنا نیستم، هنوز اون جایی ایستادم که کلام خداوند در کتاب هوشع 4:6 میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن، من رو نشناختن. چرچیل برای سخنرانی در رادیو وقتی سوار تاکسی بود، به راننده تاکسی میگه، اونو که میذاره که ساختمون رادیو، میگه 20 دقیقه اینجا میتونی باشی تا من برم برگردم. میگه نه راستش الان قراره چرچیل صحبت کنه، میخوام برم خونه صحبتاشو گوش کنم. چرچیل متوجه میشه خب اینو نشناخته و از طرف خوشش میاد و میگه بذار ازش تقدیری هم بکنیم. در کنار که کرایه رو به اون میده، یه تیپ آنچنانی هم بهش میده. طرف تیپه رو که میده میگه عجب تیپی داد. میگه آقا جون منتظر میمونم. میگه مگه نمیخوای سخنرانی چرچیل رو گوش کنی؟ میگه بابا ولش کن، چرچیل کیه؟ حالا اگر ما خدای حقیقی رو نشناسیم، باور کنید این جوکه، هزار دفعه هم گفتم، نسبت میدم که درک کنیم. اگر ما با ذات خدا هر روز توی رازگاهان، خوندن کلام خداوند، شامگاهان، قبل از خواب باهاش رابطه نداشته باشیم، لمس نکنیم این ذات خدا رو، با خدا همین کارا رو میکنیم.
توی مسیر مسیحیتمون هم همین کارو میکنیم، توی امور خدمتمون هم همین کارو میکنیم. رابطه نیست، عشق نیست، اما دارم خدمت هم میکنم، چون با ذاتش آشنا نیستم، درک درست نسبت به دعا ندارم، درک درست نسبت به ده یک ندارم، درک درست نسبت به آزادی ایران کشورم ندارم. فکر میکنم افرادی که این گونه حرف میزنن سیاسی هستن. درک درست نسبت به محبت کردن بلاعوض ندارم و هم به زندگی روحانی خودم آسیب خواهم زد و هم به زندگی اطرافیانی که کنارمون هستن. یکی از مواردی که انسان ها بر روی زمین درگیر اون هستن دشمنی ها می باشد، که دلیل اصلیش هم که شیطان مدعی برادران، که زن و مرد رو، زن و شوهرها رو به جون هم میندازه، دوستان رو به جون هم میندازه، همکاران رو به جون هم میندازه. اینا کار شیطونه. دو تا کشور همسایه هم هستن به جون هم میندازه، هم کلاسیا رو به جون هم میندازه، هم کلیسایی ها رو به جون هم میندازه. بله، ایماندارا رو عجیب به جون هم میندازه. اگر از اون ذات خدا آگاه نباشیم، به راحتی حریف یک ایماندار خواهد شد که آسیب بزنه. و میبینیم که در طول تاریخ قائن و هابیل و همچنین یوسف و برادراش نمونه هایی هستن، و آن کسی که بیشتر در دام این شیطان گرفتار میشه کسی هست که حاضر نیست ببخشه، کسی هستش که حاضر نیست گذشت کنه، و شیطان او رو تا مرزی میبره برای انتقام، برای اینکه بتونه روی طرز فکر خودش عمل کنه. پس میبینیم بعد از اون خشم و عصبانیت میاد، بدگویی و غیبت میاد، و اجازه نمیده که دیگه این شخص نزدیک خدا بشه، چون وقتی ما گناه میکنیم در گناه هستیم، مسلما حضور خداوند با ما نخواهد بود. و ما تو همین مسیح چه بسا که به جایگاهی برسیم که هیچ آرامشی در ما نباشه، چون تشویق و تحمیل شیطان رو پذیرفتیم که نمیخواهیم ببخشیم. در کتاب لاویان 19:17-18 میخونیم، اعلام میکنه کینه توز نباشید. من از کلام خدا از قسمت عهد عتیق میخونم، چون این رو بدونیم گاهی تصور اشتباه بر این هست، خدای عهد جدید خدای محبته، اما خدای عهد عتیق خدای خشم. خیر، اگر ما در عهد عتیق شاهد بر خشم خدا هستیم، علتش این هست، خشم یعنی اعتراض به بی‌عدالتی، چون خدا اعتراضش بر قوم خودش و قوم‌های دیگه‌ای بود که عادلانه عمل نمی‌کردن، حتی با انصاف هم نبودن. پس خدای ما عوض نشده. کینه توز نباشید، اختلاف خود را حل کنید تا دوچار گناه نشوید. پس اگر رفع اختلاف بین افراد نمیشه، این گناهه، این گناهه. حالا شما میگید بعد رسول من طرف رو بخشیدم، اما اون طرف ولکن من نیست، همینطور پشت سر من بد میگه، بدگویی میکنه، رهاش کن. شما ببخش، شما بدگوییشو نگو، حتی بدگوییاشو گوش نکن، چون به داسیب میزنه. بلکه تا دوچار گناه نشوید، بلکه همسایتان را مثل جان خود دوست بدار، زیرا من خداوند خدای شما هستم. در از کسی که از تعالیم کلام خداوند اطاعت میکنه و به اون وفادار هست، خدا را عادل میدونه. پس وقتی که خدا را عادل میدونه، مطمئن هست این خدای عادل حافظ او هست، هرچند دشمنان او بسیار هستن، اما حافظ اون شخص هست. پس چون میدونه حافظ اون هست، بنابراین تمام دشمنی ها رو پاس میده به خود خدا، میذاره زیر صلیب مسیح. به طور خاص که ما که به مسیح ایمان آوردیم و اون به خوبی میدونه که حقیقتاً خدا سپر او هست و از اون دفاع میکنه. داوود پادشاه در سخن و دعایی که میگه در مزمور 3:1-3 بر علیه ابوشالوم پسر خودش که در کنار یارانش در از کودتا کرده بود، اینگونه میگه: خداوندا دشمنان بسیار دارم، عده زیادی علیه من برخواستند، آنها در باره من صحبت می کنند و می گویند خدا او را کمک نخواهد کرد،
اما تو ای خداوند همیشه سپر من در برابر خطرات هستی. آیا برای ماها پیش اومده که تو مشکلات و سختی ها هستیم، داریم دعا میکنیم، هنوز این مشکل حل نشده، هنوز اون دشمنیه تموم نشده، یه قصه دیگه پیش میاد، بعد افرادی که بی ایمان هستن میگن بابا ولم کن، شما کلیسا میرید، کلام میخونید، دعا میکنید، بازم تو مشکلات هستید. داوود پادشاه اینگونه داره صحبت میکنه. اما تو ای خداوند همیشه سپر من در برابر خطرات هستی، تو به من پیروزی میبخشی و به من شجاعت میدهی. و کاملا در اصل داوود پادشاه داره میپذیره آنچرا که به عنوان عدالت خدا هستش. گاهی برای رفع مشکلی و یا سختی در زندگیمون وقتی درگیر اون میشیم نمیدونیم چه کار کنیم، هزاران موضوع در ذهن ما میاد، حتی افرادی هستن که سعی میکنن کمک ما کنن که برای رفع اون مشکل، ولی بازم ما میبینیم گویا که یک معماست، یک بن‌بست هست. و متاسفانه وقتی به اینجا میرسیم اگر روش درست رو ندونیم یا در اعمال و رفتارمون شتاب زده میشیم، هر کاری رو دوست داریم سریع انجام بدیم، هر پیشنهادی رو قبول میکنیم، و یا نیز افسرده میشیم و بی تفاوت خواهیم شد نسبت به موضوعات که اطرافمون هست. اما به خوبی همه میدونیم که در کتاب ارمیا 33:3 میخوانیم که اعلام میکنه مرا بخوانید سپر شما خواهم شد. این رو میخوام بگم، سپرتون میشم و اون چیزایی که نه خودت میدونی نه دیگران میدونن کمکت کنن، نه وکیله میدونه نه دکتره میدونه نه متخصصه میدونه، من کمک تو خواهم کرد. ارمیا 33:3 آیه بسیار زیبا هست در این رابطه. پس خداوند به توسط حکمتش برای ما سپر خواهد شد و کمک ما میکنه. تصور کنید که این چند تا لامپ هم که تو کلیسا الان روشن هست خاموش بشه، اینجا کاملا تاریکی باشه. همه ما برای اینکه بتونیم از این فضای تاریکی بریم بیرون، حتی نسبت به یک نور ضعیف اهمیت میدیم، نگاه میکنیم اگه یه جا یک روزنه باشه بلافاصله دوست داریم اون روزنه رو پیگیری کنیم. چقدر بیشتر تو مشکلات و سختیات هستی، به دنبال نوری باش که از خدا میاد، از خدا کمک بخوا تا نور زندگی تو باشه، تا قوتی باشه برای زندگی تو و ایامی رو که در زندگیت داری بتونه به تو کمک کنه. شاعری به خدا اینگونه میگه: من چیزی نمیبینم، هر چیز آینده پنهان است، ولی آسوده‌ام چون تو را میبینم و تو همه چیز را. اگه ما اینگونه ایمان داشته باشیم مطمئن هستیم که خداوند به موقع نیز عمل خواهد کرد. و در کتاب امثال 2:6-8 میخونیم که اعلام میکنه: زیرا خداوند حکمت را میبخشد و از دهان وی معرفت و فطانت صادر میشود به جهت مستقیمان، به جهت کسایی که طالب هستن خدا را بشناسن، با این چهار ذات میخوان آشنا بشن، میخوان کاملا خدا رو بشناسن. خدا براشون فقط یک خدای نمایشی توی کلیسا نیست در زمان پرستش و موعظه کشیش، حقیقتا خدا تعریف داره، حقیقتا صبح که بلند میشن تمام عشقشون اینه که برن در حضور خدا با این خدا صحبت کنن. نمیگن به خاطر که برادر رسول گفته بریم، عاشق این خدا هستن، رابطه دارن، همون گونه که زن و شوهرها همدیگر دوست دارن، صبح بلند میشن به همدیگه یک صبح بخیر میگن، آی لاو یو میگن، دوستت دارم میگن، شب همینطور به بچه هاشون، بچه ها به والدین میگن. میگه به جهت مستقیمان حکمت کامل را ذخیره میکند و برای آنانی که در کاملیت سلوک مینماید، یعنی به فکر اون هدف مقدس خلقت هستن، سپر میباشند تا طریق های انصاف را محافظت نمایند و طریق مقدسان خیش را نگاه دارد. باز اندیشمندی اعلام میکنه: آن که به خرد توانا شد ترس برایش نامفهوم هستش. و وقتی ما حکمت خدا را داریم هرگز نخواهیم ترسید. دو تاشو صحبت کردیم، عدالت و حکمت. وجدان ناراحت و سرزنش های درونی و احساس گناه یکی دیگه از دردآورترین رنج یک انسانی هستش که میل به این داره که
توبه کنه. ولی هنوز اعتماد نداره که آیا توبه میکنه حقیقتا توبه او پذیرفته میشه یا نه، و اینجا اون ناآرام خواهد بود، آرامش نداره اگر این اعتماد رو در حضور خدا نداشته باشه نسبت به توبه کردن. پس بنابراین نیاز داره تا بتونه اون رحمت خدا رو دریافت کنه. شاعری میگه گر گناهی کردم مدارم خداوندا ببخش، چون گناه را عذر می آورم خداوندا ببخش. گر گناه هم سخت و بسیار است، رحمت نیز هست، اعتماد داره که خدا اون رو میبخشه. پس من باید بدونم ذات رحمت خدا رو، با ذات رحمت خدا نیز باید آشنا باشم، با فیض خدا باید آشنا باشم. توی مذهب کسی با فیض خدا نمیتونه آشنا بشه، اما در رابطه عاشقانه با مسیح این فیض نصیبش میشه. گر گناه هم سخت و بسیار است، رحمت نیز هست. بر گناه سخت بسیارم خداوندا ببخش، که بتونه اون رحمت خداوند سپر من باشه. همه ما به خوبی میدونیم که قبل از این که مسیح به خاطر گناهان بشریت روی صلیب بره، در گذشته در عهد عتیق به توسط موسی به قوم یهود نیز شریعتی داده شد که هر کس که میخواد به خدا نزدیک بشه و میخواد توبه کنه، بهای گناهش قربانی کردن بود و این خون بود که کفاره میکرد گناه او رو، خونه گوساله، گوسفند و نیز کبوتر. اما بعد از اون این وعده داده شد که بر گناهان بشریت نجات دهنده ای خواهد آمد و نیز ما نیز به توسط روح القدس و کلام خداوند و گواهی هایی که داریم شاهد بر این هستیم که خون عیسی مسیح سپر گناهان ما شد، کفاره گناهان ما شد، که کلام خدا میگه دیگه خدا نمیبینه اون رو. و ما با این ایمان هستش که امروز به رحمت خدا دل بستیم مطابق انجیل یوحنا 3:16 و در نامه عبرانیان 9:13-14 اعلام میکنه: زیرا اگر خون بره‌ها و گاوان نر و پاشیدن خاکستر گوساله ماده میتواند آنانی را که جسمن ناپاک یا نجس بودن پاک سازد، خون مسیح چقدر بیشتر انسان را پاک می‌گرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از اعمال بیهوده پاک خواهد کرد، که ما دیگه نگران نیستیم، ما ایمان داریم وقتی توبه می‌کنیم حقیقتا مطابق فیض خدا بخشیده خواهیم شد، تا بتوانیم خدای زنده را عبادت و نیز خدمت کنیم. یک نویسنده مسیح هست، زیبا میگه، اعلام میکنه صلیب صرفا یکی از پیامهای پولس نبود، صلیب تنها پیام او بود، چون که بر روی خود همون صلیب هست که مسیح ذات خدا رو هویدا میکنه، عدالت خدا رو هویدا میکنه، رحمت خدا رو هویدا میکنه، محبت خدا رو هویدا میکنه، که خدای زنده است و حکمت او رو هویدا میکنه. اون جایی که اعلام میکنه ای خدای پدر از گناه این مردم بگذر، زیرا اینان نمیدانن. این حکمت خدا هستش که اونجا عنوان میشه. کلام خداوند پر از وعده های خداست نسبت به نیازهای مادی ما، دنیوی ما، نسبت به نیازهای روحانی ما و همچنین معنوی ما، که خداوند از محبتش استفاده میکنه، محبت بلاعوض، عشقش، و اون میشه سپر ما. و درک این موضوع هرگز هرگز در زمان دعا شما رو به شک و تردید نمیاره که خدا نمیخواد اون چیزی که تو میخوای بهت بده، بلکه ایمان داری حتی اون چیزی که میخوای بهترش رو میخواد بهت بده و صبرش هم بهت میده و آرامشش هم به تو خواهد داد. در مزمور 91
3 الی 4 میخونیم، اعلام میکنه خداوند تو را از هر دام خطرناک و بیماری کشنده خواهد رهانید. او تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت و از تو مراقبت خواهد کرد. وعده های امین او برای تو چون سلاح و سپر میباشد. مشروط بر این که ما با شناخت خدای حقیقی به او توکل کنیم. سهراب سپهری نیز زیبا میگه، داره با ما صحبت میکنه درباره خدا، میگه تو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو میگوید. تو بگشا گوش دل، نه اینکه حواسش به خیلی جا هست. تو بگشا گوش دل، پروردگارت با تو میگوید. تو را در بیکران، دنیای تنهاییان رهایت من نخواهم کرد. یعنی همیشه با ما هستش، قوتش با ما خواهد. سلیمان در امثال 35 نیز اعلام میکنه خدا به وعده های خود وفا میکند. او مانند سپر از کسانی که به او توکل دارند حمایت میکند. حتی در مزمور 21:3 نیز ما میخوانیم که کلام خداوند میگه نسبت به آرزوهای دل تو خدا سبقت میجوه. در این دنیا سپرهای بسیاری هست، مثل ثروت، مثل قدرت، مثل مقام، که میتونه اطراف ماها باشه، اما هیچ سپری نمیتونه بهتر از سپر خدا باشه. داوود پادشاه وقتی در برابر جولیات قرار میگیره، که به زمان خودش جولیات رو یک غول میخواندن، با قد بلندی که داشت و تمام آنچه را که به عنوان ابزار جنگی بود همه بزرگ بود، یه سپر خیلی بزرگ هم داشت که یه نفر اونو حملش میکرد. اما وقتی داوود پادشاه در برابر او قرار میگیره، سپر نداشت، چون سپرش خدا بود. هیچ کس نمیدید، اما داوود اون رو میدید. امروز هر کدوم ما سپر داریم، مشروطه بر این که با این چهار ذات خدا آشنا باشیم، رابطه داشته باشیم با این ذات خدا. و اونجا هستش که هرگز ترس و نگرانی ما رو در بر نخواهد گرفت. همون گونه که داوود در زمانی که شاول به تعقیب او بود با لشکر خودش، با سپرهایی که سربازان داشتن، اما باز چون داوود سپرش خدا بود، داوود پیروز شدش. از این رو در دوم سموئیل 22:1-31 این رو میگه، اگر ممنون میشم بخونید. آیا همه برشور داریم یا نه؟ اگر کسی برشور نداره لطفا دستا بره بالا. بله، لطفا برشور برسون به عزیزان. سپاسگزارم. و اما خدا طریق وی کامل است و کلام خداوند مصفا. وقتی که میگه طریق وی کامل است، میخواد به من و شما بگه سپر خدا کامل و بزرگه. اینجوری نیستش که سینت رو بگیره سرت بیرون باشه، پاهات رو بگیره بالات بیرون باشه. میگه تمام زندگی ابعاد تو رو میگیره، موقعیت روحانی تو رو، موقعیت مالی تو رو، فرزندان تو رو، کار تو رو، ایمان تو رو، تمام آنچه که تو فکر میکنی تحت پوشش سپر خدا قرار خواهد گرفت و خداوند از تو حفاظت میکنه. مشروط بر این که به سپر خدا، به ذات خدا این باور و این ایمان رو داشته باشیم، این رابطه رو من داشته باشم از آنچه که خداوند برای من نیز آماده کرده به عنوان سپر حفاظت، نه با دیدگاه دنیوی. با سپر دنیا مردم وارد کلیسا میشن، شاید تعلیمات سپر دنیوی هم تو کلیسا بدن. روزهای آخر هست دیگه، کلام خداوند اعلام میکنه، میگه در روزهای آخر معلمین کاذب خواهند اومد و میگه تعالیم بسیار خواهد بود. الان تعالیم بسیار هست حقیقتا، اما چه کسی هست راضی است، حاضر هست؟ همون اونه که کلام زنده خدا میگه با خدا اونقدر نزدیک بشه که ذات خدا رو بشناسه و با ایمان به ذات خدا در حضور خدا زانو بزنه، دعا کنه، چه برای شکرگزاری و چه برای نیاز و حاجت. بله بفرمایید. و او برای جمیع متوکلانش سپر میباشد. برای جمیع متوکلان سپر خواهد بود. اندیشمندی اعلام میکنه سه چیز برای موفقیت لازم است: صبر، سماجت، افکار مثبت. اگر با ذات خدا آشنا هستیم، اگر هر روزه وقت میدیم به خدا،
که خدا رو بشناسیم. فقط خدا رو در روح که میریم روی تخت پادشاهیش نبینیم. گاهی از وقتی به خدا نزدیک بشی، خدا تو رو میبره تو اتاقای خصوصیش. تجربه کردی یا نه؟ چشیدی یا نه؟ یا فقط رفتیز در روح زانو زدی، تخت پادشاهی و پادشاهی خدا رو دیدی؟ گاهی از خدا میخواد با تو خودمونی صحبت کنه. خدا میخواد با تو صحبتهایی رو بکنه. بهش وقت میدی یا نه؟ اگر بهش وقت دادی، با تمام دلت رفتی، صدای خدا رو میشنوی. خدا به تو رویا میده. اگر رویا نده بهت میگه، میگه برو کنار کشیشت، رویا داره، اونو حمایت کن، با رویای او هم قدم بشو. وقتی که اون میگه میشه. وقتی کشیشت به تو میگه بیا خدمت کن، اگر صدای خدا رو نشنیده باشی، یه روز هستی یه روز نیستی، یه روز تو کلیسا یه روز بیرون از کلیسا هستی. ولی وقتی صدای خدا رو میشنوی، مطابق مزامیر 39 اعلام میکنه خدا گفت و شد. و چون خدا میگه، ما نیز این قوت رو خواهیم دریافت کرد. توی مشکلات و سختی ها تمام عزیزانی که اطراف ما هستن ما رو دوست دارن، دوست دارن کمک ما بکنن، ولی شاید نمیتونن و شاید میتونن، نمیخوان کمک ما کنن. فرق نمیکنه، در اصل نمیتونن کمک کنن، بهانه ها میارن. اما وقتی که میری در حضور خدا، خدا رو میشناسی، عشق خدا رو، رحمت خدا رو، عدالت خدا رو، محبت خدا رو، حکمت خدا رو کاملا میشناسی، خدا ریا نمیکنه. خدا یا میگه بهت میدم یا میگه به صلاحت نیست، یه چیز بهتر میدم که با ایمان بپذیری، آرومت میکنه. یا میگه الان وقتش نیست که بهت بدم. ما رو متقاعد خواهد کرد. مثل انسان رفتار نمیکنه. مردی به همسرش میگه، وقتی داشته میرفته بیرون، میگه یکی از دکمه‌های پیرن من افتاده. میگه یعنی کت نمیخوای تنت کنی تو این سرما؟ میگه آخه کتم هم دوتاش از دکمه‌هاش افتاده. میگه یعنی بدون پالتو میخوای بری؟ میتونیم بهانه بگیریم و در این بهانه ها به نوعی خودمون و دیگران رو متقاعد کنیم، ولی خدا این کارو نمیکنه. خدا برای بهانه نمیگیره. شاعر نیز اعلام میکنه یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن. یه بار دیگه میگم، یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن و بدان اگر خدا را یافته باشی، هرچه باخته ای مهم نیست، چون بهترین رو به تو خواهد داد. بریم با هم دیگه انجیل مرقس 5:21-43 رو نیز بشنویم که ببینیم حقیقتاً خدا وقتی میریم در حضورش اونو میشناسیم چگونه عمل میکنه. اینجا ما برخورده دو شخصیت رو میبینیم که مسیح رو میشناسن و چون میشناسن این اتفاق میفته. پس به هم، به خودمون نگیم چرا دعا میکنم نمیشه، چرا اینقدر گرفتارم، چرا گرفتاریام داره بیشتر میشه. یه چک کنیم زندگی روحانیمون رو، کجا ایستادیم. شاید اون چراها رو بعد از خودت نسبت به خودت بپرسی، از خدا نپرسی، از کشیشت نپرسی. شاید این خداست که باید به تو بگه چرا، چرا منو هنوز نمیشناسی. وقتی به حضور من میایی، وقتی تو مشکلات قرار میگیری، درک درست نداری از کلام خدا. سه شنبه خود من برای من اینو باز کرد نسبت به مشکلات و سختی ها. از کلام خداوند استفاده کردم که میخوندم که خداوند حتما دوست داره ما را از مشکلاتمون رهایی بده، ولی وعده خدا این هست که من شما را در مشکلات رهایی میدم. چه بسا که خداوند مشکلاتی هست کمک میکنه، ما از خطرات دور میشیم، اما همیشه از مشکلات نمیتونیم فرار کنیم. ولی وقتی که درش قرار میگیریم، کلام خداوند در نامه رومیان 8:28 میگه اون مشکل و اون سختی رو به خیریت تبدیل خواهد کرد. پس درک درست نسبت به خدا و جایگاه خودم و هدف مقدس خدا به من کمک میکنه من صبور بشم، آروم بشم. و وقتی دعا میکنی 100% آنچه که برای تو خوب هست رو دریافت خواهی کرد. بله. و چون عیسی باز به آن طرف در کشتی عبور نمود، مردم بسیار بر وی جمع گشتند و به کناره دریا بود که ناگاه یکی از رؤسای کنیسه یایروس نام آمد و چون او را بدید بر پاهایش افتاد
بدو التماس بسیار نمود. گفت نفس دخترک من به آخر رسیده. التماس بسیار نمود. چرا التماس بسیار نمود؟ کجا میشه که شما التماس زیاد میکنید از یک نفر؟ اون جایی که شما مطمئن هستید اون یه کاری رو میتونه برای شما انجام بده. برای همین این همه اصرار میکنه. لزومی نداشت اصرار کنه. میرفت میگفت، اونم میگفت نه وقت ندارم. ولی میگه اصرار بسیاری میکرد، گذشته از این که دلش برای فرزندش میسوخت. اما ایمان داشت به ذات خدا، به عدالت خدا، به رحمت خدا، به محبت خدا، به حکمت خدا ایمان داشت و مسیح رو شناخته بود که این گونه میاد به حضورش. بله، بیا و بر او دست گذار تا شفا یافته زیست کند. واو، میگه بیا فقط دستتو بذار روی اون شفا پیدا کن. چقدر مسیح رو میشناخت. واو، چقدر ما این گونه میریم در حضور خدا، حتی برای مریضان میخوایم دعا کنیم. یا عیسی مسیح بیا فقط دست بذار این شفا پیدا کنه. نه، باید 4 ساعت دعا کنم. وای، اینقدر حالا اعتراف کنم، توبه کنم، برم این ور، برم مشرق، برم مغرب، برم خونه خالم، بیام برای همه دعا کنم، بعد برای مریضم دعا کنم تا این شفا پیدا کنه. این موقع ما اینجوری فکر میکنیم. یکی از خادمین سالها پیش که عطای شفا داشته، وقتی توی کشوری دعوت میشه و همه مریضا رو میارن جلو، ایشون وقتی دعا میکرده یه دفعه یه نفر میدوه میگه ببخشید ما از راه دور اومدیم، برادر من حالش خیلی بده، شما فقط دست گذاشتید و یه چیزی گفتی رفتی. اون خادم میگه من فقط یک بار دعا میکنم، دیگه دعا نمیکنم. این شخص ناراحت میشه، همون که میره برادرش رو ببینه، میبینه برادرش سالم شده. چون اون ایمان داشته. ایمان داشته باش. نمیگم طولانی دعا نکنیم، اما تصور نکنیم. چون اگه فکر کنی طولانی دعا کنی تا دعات اجابت بشه، یعنی بازم دارین دنبال اون وردا هستیم، باز دنبال اون قصه مذهب هستیم. محبت خدا رو محدود نکن، فیض خدا رو اندازه گیری نکن. دعا بکن، با قلبت دعا کن، چه طولانی چه کوتاه، ولی ذات خدا رو بشناس، خدا رو بشناس و بعد دعا کن. بله، پس با او روانه شده، خلق بسیاری نیز از پی او افتاده بر وی ازدحام می نمودند. آنگاه زنی که مدت 12 سال به استحاضه مبتلا می بود و زحمت بسیار از اطبای متعدد دیده و آنچه داشت صرف نموده فایده ای نیافت، بلکه بدتر می شد، چون خبر عیسی را بشنید، میان آن گروه از عقب وی آمده ردای او را لمس نمود، زیرا گفته چون عیسی را، یک بار دیگه اینجا شو بخونید، چون خبر عیسی را بشنید، میان آن گروه از عقب وی آمده چون میشناخته، چون شناخت مسیح رو، میدونست که به توسط مسیح شفا جاری خواهد شد، با ترس نیامد. 12 سال مریض بوده، دکترها جوابش کردن، مردم دلش رو شکونده بودن. چرا؟ چون از نظر قوم یهود اون نجس بود، همه جا نمیتونست باشه، و اگر کسی متوجه میشد این اون مریضی خونریزی رو داره، بلافاصله از اونجا دورش میکردن و اجازه نمیدادن نزدیک عیسی مسیح بشه، حتی خودشون هم نمیخواستن نزدیکش بشن چون نجس. ولی آنقدر ایمان به مسیح داشت که نه به فکر آبروش، نه خشم مردم بود و نه مذهبیون، بلکه با ایمان میره ردای مسیح رو میگیره. اگر من مسیح رو میشناسم، اگر من خدا رو شناختم و در پی این هستم که هر روز خدا رو بشناسم، توی سختی ها و مشکلات به هیچی فکر نمی کنم. صداهای منفی، ترس، تجربیات بد، هرگز من ردای مسیح رو میگیرم برای اجابت دعام، هر موضوعی که میخواد باشه، هر موضوعی که میخواد باشه، و خدا قوت من خواهد بود. بله، زیرا گفته بود اگر لباس وی را هم لمس کنم هر آینه شفا یابم. واو، اینو به جای اینکه بیاد اعلام بکنه که من موفق نمیشم، من شفا نمیگیرم، حالا اونجا یه نفر میگه، همه اینا رو گذاشت کنم، به اصطلاح امروزی ها مثبت اندیشی کنم، مثبت اندیشی، تو جایگاه درست ایستاد و توانست شفا بگیره. بله، در ساعت چشمه خون او خشک شد، در تن خود فهمید که از آن بلا صحت یافته است. آمین، آمین. بله، فلفور عیسی از خود دانست که قوتی از او صادر گشته، پس در آن جماعت روی برگردانیده گفت کیست که لباس مرا لمس نمود؟ شاگردانش به دو گفتند میبینی که مردم بر تو ازدحام می نمایند و میگویی کیست که مرا لمس نمود؟ چه عاشقی،
که انقدر تشنه بوده که وقتی ردای مسیح رو میگیره، مسیح متوجه ایمان اون میشه. نه اینکه بگیم حالا مسیح یه نیروی یه قدرتی ازش اعلام میکنه تو کلام خدا، نه، مسیح متوجه یک ایمانی میشه. چه ایمانی در وجود این بود که از مسیح که ذات خداست سلامتی و شفا رو نیز صادر شد برای اون گرفت. چه ایمانی در ما هست در زمانی که به حضور خدا میریم؟ بله. پس به اطراف خود مینگریست تا آن زن را که این کار را کرده ببیند. آن زن چون دانست که به وی چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روی در افتاده حقیقت امر را بالتمام به وی باز گفت. او وی را گفت: ای دختر، ایمانت تو را شفا داده است، به سلامتی برو و از بلای خیش رستگار باش. آمین آمین. او هنوز سخن می گفت که بعضی از خانه رئیس کنیسه آمده گفتند: دخترت فوت شده. دیگر این همون صداهای منفیه، منظرت برو. این همون صداهای منفیه. میری در حضور خدا، یه بار دعا میکنی، دو بار دعا میکنی، سه بار دعا میکنی، کشش دعا میکنه، این دعا میکنه، اون دعا میکنه، ماها گذشته هیچ خبری نمیشه. یه بار باور کن، حتما اراده خدا این نیست. اراده خدا نیکوست عزیزان. اون که ما میخوایم از اونم بهتر میخواد، بپذیریم. اراده خدا این نیست که اون چیزی که من میخوام خدا برفرض نمیخواد. نه خیر، اراده خدا اینه که بهتر بشه. میخوای ازدواج کنی، دعا میکنی برای اراده خدا. اراده خدا این نیست که تو ازدواج نکنی، میخواد همسر بهتری نسبت به انتخابی که کردی بهت بده. هدف این نیستش که تو ازدواج نکنی. هر چیزی به موقعش، خدا بهترین رو میده. اعتماد داشته باشیم، به ذات خدا نزدیک بشیم، اون رو بشناسیم، با اون رابطه داشته باشیم، زندگیمون رو تقدیس کنیم، پاک کنیم تا بتونیم نزدیک او بشیم. بله. دیگر برای چه استاد را زحمت میدهی؟ عیسی چون سخنی را که گفته بودند شنید، در ساعت به رئیس کنیسه گفت: مترس، ایمان آور و بس. چرا گفت نترس؟ چون دید روح ترس اونجاست. روح ترس اونجا بود، اجازه ترس رو نده بخونه. یکی از اعتراضات من به هموطنان عزیزی که مسیح ایمان آوردن و هنوز نمیخوان از این سرنگون با نظام اسلامی استفاده کنن، نگرانی من ترسایی هست که در وجود اون هست. چه ترسی که فکر میکنن گناه میکنن، و چه ترسی که فکر میکنن یه جا لو برن خب خوب نیستش، نمیخوام، میرن ایران میان. هر دوش بده، هر دوش اشتباست. شجاع باش، قوی باش. مسیح آمد بر روی زمین تا شیطان رو نیز نابود بکنه. سرنگونی این نظام اسلامی که هیچی نیست، اون تو دست ما فرزندان خداست که دعا کنیم و بیفته، و با ایمان باید بپذیریم این رو و خواهیم دریافت کرد. بله. و جز پتروس و یعقوب و یوحنا برادر یعقوب هیچ کس را اجازت نداد که از عقب او بیایند. پس چون به خانه رئیس کنیسه رسیدند، ترسوها را اجازه نداد، اونهایی که صدای منفی داشتن را اجازه نداد. خیلی هوشیار باشیم. از چه کسی تغذیه میشید؟ چه کسی شماها را برکت میده، بنا میکنه؟ امیدوارم سوء تفاهم نشه. خیلی موقع مردان خدا و زنان ایمان توی جایگاه درست ایستادن، ولی بعضیا تشخیص درست نمیدن، اونها رو طرد میکنن، غیبتشون میکنن، باششون حرفای بدی میزنن. اگر با اون افراد شما در تماس باشید، شما هم چه بسا آلوده بشید. نشید. به کلیسا و به کشیشتون اگر وفادار هستید، به کسایی که به او پشت کردن اگر رابطه داشته باشید، نمیگم دوستشون نداشته، دوستشون داشته باشید، محبتشون کنید، ولی فضا اگر بدید که حرفایی که بر علیه شبان شما، خادم خدا، دوست شما، هر کسی داره میزنه، روی شما تأثیر بد خواهد گذاشت. و کتاب مقدس شاهده بر این هست که زمان موسی همین اتفاق افتاد و مریم خواهر موسی نیز آسیب زد به موقعیت خدمتی برادرش موسی، و همچنین 10 از رهبران که قابل درک نبود، خدا رو خوب نمیشناختن، آسیب زدن به خدمت موسی. بله، آسیب زدن، چون موسی وارد کنعان نشد. بله. جمعی شوریده دید که گریه و نوحه بسیار می نمودند. پس داخل شده به دیشان گفت: چرا قوقا و گریه می کنید؟ دختر نمرده بلکه در خواب است. ایشان بر وی سخریه کردند، لکن او همه را بیرون کرده، پدر و مادر دختر را با رفیقان خیش برداشته به جایی که دختر خوابیده بود داخل شد. پس دست دختر را گرفته به وی گفت: طلیعا قومی،
که معنی آن این است: ای دختر، تو را میگویم برخیز. در ساعت دختر برخواسته خرامید، زیرا که 12 ساله بود. ایشان بی نهایت متعجب شدند. پس ایشان را تاکید بسیار فرمود کسی از این امر مطلع نشود و گفت تا خوراکی به دو بدهند. آمین 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 آمین. بسیار مطالب داره، بخوایم درباره‌اش صحبت کنیم. اما بزرگترین برکت این هست که عزیزان ما مسیحو داریم. اگر مسیحو داریم، با اطمینان و با ایمان برو نزدش و او به تو یاری خواهد داد. حافظ اعلام میکنه: جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت. عیسی دمی کجاست که احیای ما کند؟ ما عیسی رو داریم، ما مسیح خداوند رو داریم. قدرش رو بدونیم، قدر ایمانت رو بدون، قدر کلیسات رو بدون، قدر کلام خدا رو بدون. حتی اگر امروز توی کشور آزاد هستی، در این آزادی قرار گرفتی، اقامت گرفتی، راحتی دیگه مهم نیست، جمهوری اسلامی نیست به زور بگه بیا مسجد. کلیسا عشقه، ولی اینو بدون، اگر قدرش رو بدونی، چون به ذات خدا در همین کلیسا، در موعظه، در پرستش یاد میگیریم، نزدیک میشیم، هرگز اسیر ترس ها نخواهیم شد. به 4 نکته اشاره کردم، ممنون میشم که این 4 نکته رو داشته باشیم. چراغا رو روشن کنید لطفاً، سپاسگزارم. ما درسمون در رابطه با ریشه بدی ها نیست عزیزان. هفته دیگه ادامه خواهیم داد ریشه بدی ها رو. اما امروز به خاطر اینکه ما در این هفته اعلام دعا کردیم، هدایت شدم که در رابطه با دعا صحبت کرده باشم و پرداختم به این 4 ذات که در خداوند هست. آیا همه بولشور دارن؟ کسی هست که بولشور نداشته باشه دستش بره بالا؟ نه. خب، حفاظت خداوند، بقیهش رو پر کنین لطفا. خداوند به عدالت خیش در زمان جفا سپر احساسات من از هر آزردگی و خستگی خواهد شد. نکته دوم، خداوند به حکمت خیش در زمان پریشانی سپر افکار من از هر شتاب زدگی و بی‌تفاوتی خواهد شد. نکته سوم، خداوند به رحمت خیش در زمان توبه سپر ایمان من از هر سرزنش و محکومیت خواهد شد. نکته چهارم، خداوند به محبت خیش در زمان نیاز سپر امید من از هر ترس و نگرانی خواهد شد. این 4 ذات خدای قدوس هست که اگر خوب بشناسیم در شک و تردید قرار نخواهیم گرفت. و این گونه نیست که امروز یک ایماندار قوی خودم رو بدونم، آیند 2 سال دیگه تو مشکل میفتم بگم مسیح کو، خدا کو؟ میشنویم، نشنیدید؟ من رو فیسبوک میخونم ایماندارای خیلی قدیمی میگن کو خدا؟ اگه خدا هست چرا اینجوری شده؟ چون تو نزدیکش نشدی، تو با او رابطه خوب نداری که توی مشکلات و سختی ها اینگونه میبینی. عیسی مسیح که بهر گناهکارها اومد، بهر امید، بهر شادی، بهر برکت، بهر سلامتی ما روی صلیب رفت. اگه درک درست را از این داریم، هرگز توی لغزش شک قرار نخواهیم گرفت. و اینگونه نیستش که مانند این شاعر سخن بگیم. شاعر میگه گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند. نمیخوایم بگیم تو دنیا 100% اینگونه هستش، اما خب این شاعر کلی داره صحبت میکنه. گدایان بهر روزی طفل خود را کور میخواهند، اما خدا اینگونه نمیخواد. خدا منافع خودش رو در نظر نگرفته، خدا نفع خودش رو در نظر نمیگه در این 4 مشخصه. طبیبان جملگی مخلوق را رنجور میخواهند، همیشه مردشوران راغبند مردن مردم، همیشه مردشوران راغبند بر مردن مردم. بنازم مطربان مخلوق را مسرور میخواهند. مسیح نیز شادی رو برای ما میخواد. برای همین میگه مسیح شخصت مذهبی نیست. مسیح مذهب رو به ما معرفی نمیکنه، یک رابطه خوب و عادلانه رو به ما داره نشون میده تا در این مسیر بتونیم آنچه را که حقیقتا میتونه درست باشه رو کسب کنیم. گاهی ما به راحتی اعلام میکنیم به خودمون، به دیگران، توکل کن به خدا، خودتو بسپار به خدا،
خدا کمکتو میکنه، اما هیچی نمیدونیم حقیقتا آنچه که داریم میگیم درست هست. یعنی سپری به عنوان سپر ایمان در برابر من نیست، فقط جملاتی هستش که من یاد گرفتم و مفهوم درست رو ندارم، و چون مفهوم درست رو ندارم مسلماً نمیتونم سفت و پایدار بایستم. شخصی به دوستش میگه ببینم برادر تو که آلمان هست چه کار میکنه، درآمدش چیه؟ میگه نویسنده است. میگه ای چی مینویسه؟ میگه چی، ماهی یه بار برای پدرم مینویسه، پول احتیاج دارم اونم براش پول میدم. توکل به خدا اینگونه معنی نداره که ما لفظی فقط صحبت کنیم. به طور خاص ما که از بکران اسلام اومدیم به راحتی از واژه های مانند توکل به خدا، خودتو به خدا بسپار و یا دعا استفاده میکنیم، بدون اینکه درک درستی رو نسبت به اون داشته باشیم. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو لطفاً بشنویم، انجیل یوحنا 15 9 الی 10. همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم، در محبت من بمانید. اگر... محبت مسیح به ما، فراموش نکنیم نجات و رستگاری و قوت روح القدس هست که سپر ایمان ما میشه. در نامه افسسیان باب 6 میبینیم که پولس رسول اشاره میکنه به لباس رزمی که یک مرد خدا و یک زن ایمان باید داشته باشه، اما سپر رو به عنوان ایمان اعلام میکنه. در افسسیان باب 6 آیه 16 میگه و بر روی این همه، یعنی تمام آنچه را که به عنوان ابزار جنگی خودت داری، سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید، تمام صداهای منفی نگاتیو که بر علیه تو چه از درون هست و چه از بیرون به تو میخواد آسیب بزنه. اون سپر بزرگ ایمانت توی دست تو باشه که تمام وجود تو بگیره، ترسات و تجربیات تو، تجربه تلخ و نگرانیهات رو بگیره، صداهایی که از بیرون و چه از درون داره شنیده میشه. بله، اگر احکام مرا نگاه دارید در محبت خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. آمین. پس پادزهر تمام ترسا و نگرانی های ما و تضمین پیروزی ها و آرامش و امنیت ما فقط خود خدا هستش. آمین. شاعر اعلام میکنه خوب میدانم از این کوچه کسی میآید، بر دل غم زده فریاد رسی می آید، در خرابات دلم در پی نوری بودم، غافل از آن که صدای جرسی می آید. همه صحرای وجودم به نگاهی جستم، حیف اما که از آن خار و خسی می آید. توی وجود ما نمیتونه عزیزان قوت ما باشه. انرژی درمانی این قصه ها بازی این دنیاست، اون که میتونه قوت ما باشه فقط روح مقدس خدا هست. حیف اما که از آن خار و خسی می آید، در دلم حسرت دیدار تو قوقا کرده است، واپس این لحظه ایست آیا نفسی می آید؟ تو اون دقایقی که قرار می گیریم دقیقه آخر که فکر می کنیم اگر واقعا معجزه ای نشه هرگز ما رهایی نخواهیم داشت، واپس این لحظه ایست که آیا نفسی می آید؟ پلک دل می پرد و باز به خود می گویم، مژده دل که مسیحا نفسی می آید. مژده که مسیح خداوند هر آن که با تمام دلش میره خودشو به ذات خدا نزدیک کرده، بشنوم، رحمت، عدالت، حکمت و محبت خدا، خودتو نزدیک کن، نزدیک کن تا این قوت رو بگیری، هم از رحمتش، هم از عدالتش، هم از محبتش و هم از حکمتش، که ناامید و ترسان نباشی، خسته خاطر نشید. و اینجا هستیم که بتونیم این رو بیاموزیم از کلام خداوند تا مبادا به چاله‌هایی که قبلا افتادیم که ترس و نگرانی هست قرار بگیریم.